سلام، سلام و درود به شما عزیزان، هر کجا که هستید و میدونم منتظر دیدن و شنیدن خبرهای ویژه هستید از جمهوری بسیار بسیار ویژه اسلامی، جمهوری فقیه، حکومت من درآوردی در انقلاب 57، انقلاب اسلامی که همه همسایه ها یاری کنید بالاخره تا آخوندها بر کرسی قدرت بشینن در ایران و به نمایندگی از خدا در تمام گوشه و کنار زندگی مردم دخالت کنند. شوخی نیست، رئیس دادگستری یک کاره به هر حال دادگستری خراسان میگه ما مثلا از نمایندگی خدا اومدیم که در تمام امور دخالت کنیم. این حرفاشیه که مثلا نباید دخالت کنیم. قبلا میگفتن آخوندها نباید در سیاست دخالت کنن و خود خمینی هم گفت نه دخالت نمی کنیم و بعدا خب قضیه خود آروم آروم و بعد با سرعت بیشتر نه تنها سیاست که یه بخشیشه، بقیهش تا صندوق خونه شما هم کار داریم، دستورالعمل داریم. خمینی اینو هم گفت، شنیده نشد، شلوغ بود، سر و صدا زیاد بود. به هر حال و این شد که انقلاب که شد، کشفیات بسیار زیاد، همش منفی بافی و سیاه نمایی به قول معروف نکنیم. تازه فهمیدیم که پیامبر اسلام اصلا اگر علی نبود پیامبر اسلام کسی نمیشناخت. این هم از زبون آخونده همچین لاغر و تکیده و اینا نیستش، یک آخونده بسیار پرواره، بسیار توپل مپل این حرف زده که مولا درزش نمیره. به هر حال این روایت، یعنی آمده و گفته همین آخوندم نماینده حکومتی که از صبح تا شب صحبت وحدت مسلمانان و اینها و میلیاردها دلار پول مردم ایران، سیستان و بلوچستان عزیز رو که سیل زده هستن و گرفتار، هرچه همین وحدت مثلا اسلامی کردن، وحدت اسلامی هم که میدونیم دیگه که کار کشید تیر و ترکش و بمب و همه این کارا در کشورهایی که مردم مسلمان کم نداشتن و زیادتر از بقیه بودن، و این اواخر هم که کشید به فوش خواهر مادر و این کشورها، حالا هم کشیده به اینکه این حرفا نیستش که علی فقط خلیفه اول بوده و مثلا ابوبکر قصب کرده این خلافت رو، بلکه علی اصلا همه کاره دست راست خداوند و اساسا در موارد هم از زبون آخونده میشنمیم که خود خداست. با علی اللهی های صحنه و اطراف کرمانشاه هم فرق میکنه اینا، و الان هم میشنمیم، خواهیم داشت که چگونه اگر علی نبود پیامبر رو کسی نمیشناخت. آخون میگه توپل و بعد خبرهای دیگه داریم، اینکه خود باز همین امام اول شیعیان برخلاف اون چیزی که برای منبر گفتن برای جذب سوسیالیست ها جعلی کارگری میکرد در نخلستان یک یهودی. حالا همین علی از بنی قریظه چقدر کشت و اینا بماند، ولی در نخلستان یک یهودی بسیار کارگری میکرد و اینها در زمان حتی خلافت حتی اشاره کردن بعضا در بعضی از روایت های توپل مپل اینه که نخیر اینطور نیست، چون نیست. یکی از ثروتمندترین آدم های در بسیار دنیای عرب اون زمان بود، اینقدر در می آورد، به گفته یک آخوند کرواتی داریم، اینم داریم، اینقدر در می آورد، همون اندازه اید که در یه روز در می آورد شطور می خوابید. یه روز حضرت اون مقداری که در می آورد باعث می شد بار شطور که می کنن شطور می خوابید. حالا چقدر در می آورد حضرت که شطور می خوابید ما نمی دونیم. اینو این آخونده به سای کرواتی به ما نخواهد گفت که تازه شروع کرد حالا جایست و هرچی که هست. برابر این و درباره انتخابات هم که دیدید دیگه جهاد بود، جهاد با خود انتخابات بود فکر میکنم، یعنی رفتن علیه مثلا اون چی که
انتخابات هست جهاد و انتخابات رو شکست دادن دار دسته آقای خامنه ای و بقیه و بقیه و اینها. یه شرم شوربایی شد که خودشون هم ازش دیگه سر در نیوردن. و اینه که در بعضی از حوزه‌های رأی‌گیری افتادن دنبال موش و اینا که میرسیم به این نکته هم. و این انتخابات یک امتیاز داشت برای حکومت، اینکه ثابت کرد که شهیدان زنده هن. شهیدان زنده هن. چون بسیاری از شناسنامه شهیدان کشته شدگان در جنگ و صادرات به سوریه و جای دیگه اونا هم رأی دادن، شرکت داشتن در انتخابات. بنابراین شهیدان زنده هن، مگه نمیدید؟ همه اینها هم. و سر آخر این که هموطنان ما در سیل گرفتار شدن، مصیبت های بسیار بر اونها مستولی شد در سیستان بلوچستان. در سیستان بلوچستان کودک و کهنسال قربانی سیل، خانه هایی که بر سر مردمان نازنین منطقه ویران شد و خساراتی که بر زندگی اونها تحمیل شد. امیدوارم هموطنانی که امکان دارن به کمک اونها برن، به کمک هموطنانمون در سیستان و بلوچستان. با شما خواهیم بود و ادامه برنامه با خبرهای ویژه از جمهوری ویژه بقی. یه عبر هم من اینگاه تاریخ یادداشت بکنم که برای مردم سیل زده دشتیاری هیچ ارگان دولتی نیاد کمک نکو، بله صندوق های رای وقتی هرچ ور که بیتا رسیه تان تیدا، واقعا جای تاسفه. خب از انتخابات گفتیم، این که شناسنامه مردگان، مردگانی با عنوان شهید یا رفتگانی که کسان اونها، حتی من دیدم در این رسانه‌های اینترنتی که کسی نوشته بود که من پدر بزرگم که چند سال پیش فوت کرده تصویرش رو در یه گزارش تلویزیونی دیدیم. گزارش های قبلیست. خب برحال روان پدر بزرگی شما اگه میبینید این برنامه رو شاد، این یک جور برحال نمیدونم سوء استفاده است، احترام استفاده است، اثبات این که پدر بزرگان رفتم حتی زندن در کنار شهیدان که گفتن زندن دیگه. شهیدان بسیار بسیار هم زنده و بسیار فعال در انتخابات، بسیار فعال. یعنی این دموکراسی من در آوردی آخوندها و اعوان انصارشون بدون شهید من امورش میگذره ابدا. من بدون شهید همون انقلاب که شد، فروردین که شد، فروردین سال بعدش 58، صحبت این بود در بهار آزادی جای شهدا خالی. الان دیگه نمیشه تو انتخابات جاشون نمیشه خالی باشه، پر باید باشه پای صندوق رأی. وقتی صندوق رأی امام زمان منتظره، پخش کردیم دیگه نیست. چطور مثلا نمیشه مثلا شهید شرکت کنه؟ نه خوشدانه. بنابراین حالا بزرگ شهید حکومت قاسم سلیمانی، ابتکار رو ببینید، اصلا از این بهتر دیگه ابتکار ما دستکن در مورد دموکراسی سراغ نداریم. با هم میبینیم. سلام عزیزان، خیلی برام جالب بود. صبح درب خونه رو باز کردم، دیدم یه پاکت نامه هست
عکس قاسم سلیمانی، شناسنامه قاسم سلیمانی نگاه کنی و با تمام صفحاتش. اینا برای دولت هزینه نداره، اینا اصلا هیچ هزینه ای نداره. بعدم روی پاکت نوشتن که این نامه از طرف قاسم سلیمانیه که به نیابت از اون رأی بدین. بدین رأی بدین، باشه، اشکال نداره، ما فقط سرمونه میخارونیم و میگیم که ایشالا خدا از سرتون نگذره. همین. حالا نمیدونیم خود قاسم سلیمانی هم رأی داده نداده، به هر حال شهید بزرگیست برای جمهوری اسلامی. نمیشه که بقیه شهید ها رأی داده باشن و قاسم سلیمانی نداده باشه. ولی ابتکار دیدید دیگه، این ور دنیا مثلا خب یه تصویری چیزی میفرستن، تیشرت هایی درست میکنن مثلا موقع انتخابات و اینا، البته میفروشن، امریکایی چیز مجانی نمیده. یا مثلا مال بایدن رو در حال چرت زدن، مثل لبخند مثلا ژاکون چرت زدن بایدن، از این کارا میکنن. ولی این ابتکار دیگه مرکز شناسنامه شو دادن، میتونید، امیدوارم این کاری کرده باشین، نکر منکر رو یادتون نره ایش وقت، که خود همین شناسنامه رو میبردید، همین فوتوکوپی شد چیه. من به نمایندگی قاسم سلیمانی میخوام رأی بدم، نه یه حوزه، دو حوزه، سه حوزه، حتی حوزه علمیه. ما هم میدیدیم مثلا کی جرأت داره مثلا اون پای صندوقی ها مثلا بگن که نه نمیشه رأی داد اینا، و دستون در رفت. یه همچی ابتکاری هم ما مسئولیت داریم دیگه، پیشنهاد میدیم برای این دموکراسی که باعث حسرت دنیا شده، اینم سهم ما. در اون نکر و منکر فردا بگن سهم شما در انتخابات چی؟ و همین هست دیگه، باید کاری کن. و اما همونطور که سهم اجنه، اجنه هم سهم داشتن توی انتخابات. یک دموکراسی داریم که یک سرش امام زمان پای صندوق هست، یک سرش هم اجنه مشغول خرابکاری، لشکر اجنه، با همدیگه میبینیم. خیلی از دوستان پرسیدن که شما چرا در رابطه با انتخابات صحبت نمی کنید که آیا رأی میدید یا نه. ببینید دوستان عزیز، من هم مثل شما حالم از خیلی از این نمایندگان به هم میخوره، به خاطر حرفایی که زدن، حرفای تکراریشون و عملهایی که نکردن. اما عزیزان من، ببینید من تو این سن الان آبله گرفتم، با حالم خیلی بده، علت کمکاری این روزهای ما هم به همین خاطره، ولی رأی میدم. علتش چیه؟ علتش اینه که من رشتم شیطان شناسی، عزیزان، دارم میبینم که شیاطین جنی و انسی از رأی ندادن ما خوشحال میشن و از رأی دادن ما ناراحت. با سحرهای مختلف کشورهای متخاصم جنیانی رو، لشکریانی از جن رو به سمت کشور ما فرستادند که در گوش مردم نجوا بکنند و رأی ندن. خب عزیزان، این آقام که در این سن و سال آبله گرفته، ولی وظیفه الهیش ایجاب میکنه از نمایندگانی که حالش به هم میخوره، همین شخص با این سن و سال آبله و اینها بیاد و بگه برین رأی بدین. حالا بعدن بیشتر حالتون به هم خورد و اینها، دیگه بعدن یه پای که به سر میریزید. چون چرا؟ چون رشتهشون گفتن اولا شیطان شناسی است. ایشون فکر میکنم اگه اشتباه نکنم لیسانسشو در رمالی گرفته و فوق لیسانسشو در شیطان شناسی، و حرف بی اساس نمیزنه. کسی که رشتهش شیطان شناسی است، خب یه بخش به اصطلاح جن شناسی هم هست، جز واحداش شیطان شناسی هستش. برای اجنه رو فرستادن، اجنه رو فرستادن. ما از همینجا واشنگتن بگیری تا مثلا صهیونیستا، کوبیستا، اسرائیلیا که اصلا وسط این جنگ غزه و گرفتاری هایی که دارن و فلان اینا میول میکنن، یک سری اجنه قبلا نکردن. قبلا یه سری به اصطلاح مایایی تربیت کرده بودن، یکی از آخوندها کشف کرد، یکی از روحانیون
جلیل القدر انقلابی کشف کرد که اینا یه ماهیایی رو تربیت کردن اسم صهیونیستا، کوبیستا، امپرسیونیستا، میان تو خلیج فارس این کابل های مربوط به ایران رو میجوان. یعنی ماهی به ماهی میگه که این کابل، میگه نه بابا اونو ولش کن مال کویتی هست، این یکی مال امارات، اونو بینی اون برو سراغ اون. اینجوریه این کارا رو جنه که دیگه کار ندارن. حالا یه عده‌ای میگن که همینا نمیدونم CIA و نمیدونم میایه و این حرفا و اومدن خود این اجنه رو در لباس آخوند و اینا آوردن گذاشتن تو ایران سر کار. ممکنه، ممکن، همه چیز ممکن، چون اجنه شوخی بردار نیستن، ماموریت هم میگیرن، حق ماموریت را میفتن. ایران انتخابات، انتخابات الهی، نماینده خداوند بر زمین همین خامنه ای میدین دیگه، اساش هم کنار گذاشت بودو بودو، اینقدر محبوبیت و اینا هست که دیدین دیگه، همون لچک به سرها و ریش درازایی که اطرافش بودن اینا، این دفعه فاصله شون یه صد متری کردن، بودو بودو به طرف، با این سرعت هم به طرف مثلا دست به آب و دارالخلا نمیرفت که دیدیم دیگه، بدون اسام که بعدا بگم بله ببینید این شایعات راجع به بیماری اینا، اینا رو بلدن دیگه. حالا اینی که این سازمان های اطلاعاتی بیخ تا بن قضایی رو میدونن، اونو برای خودشون میدونن، مهم اینی که حضرت آقا بدون اسا بدو بدو به طرف دار به طرف صندوق های رأی دموکراسی الهی فوکایی بره. خب اجنه بیکار نمیشن، تربیت شده را میفتن، وگرنه این بابا با این آبله کوفتی که داره وظیفه خودش نمیدونست بیاد رأی بده به یه دهی که حالش به هم میخوره از اون آدم. ببینید اینها هستش، اینها هستش. حالا گزارشگر تلویزیون که محجبه ایست دو پوشه کنجکاوی، ببینید شک که باشه باید ببینه دیگه، باید ببینه که واقعا طرف رأی داده یا نداده. چیو ببینه؟ چیو ببینه؟ خب کنجکاوه، یک از گزارشگران مؤنث تلویزیون اشغال شده ایران، با تأکید بر این که میخواد ببینه. اما چیو ببینه؟ با هم میبینیم. رأی من هستش سرشو ببینم. بعد شما خب بله، دید و قانم شد دیگه، دید و قانم شد دیگه، مشکلی نداره. این هست، این دموکراسی خب هدفهای مختلفی داره. اولا اثبات این که شهیدان زندن، شهیدان زنده هستن، از مرحوم افلاطون و بقیه و برای بچه های یونان و باستان رها کنید، یا دموکراسی رومی و اینها رو، همه رو رها کنید. این دموکراسی پست مدرنیست به قول حضرات، هدفهای دنبال میکنید که به عقل جن، با اینکه اجنه هم دخالت میکنن درش، نمیرسه. از جمله اینکه منم دقت کردم تا فهمیدم یه هدف اثبات این نیستش که نمیدونم مردم بیان رأی بدن، مثلا کسای انتخاب کنن و که مسائل مشکلات حل کنن، نه، هدف اثبات اینکه شهیدان زندن، یکی از هدف ها. یکی دیگه از هدف ها مشت محکمی به دهان اجنه زدن، وگرنه نماینده حال تو به هم میزنه مهم نیست، همه اینا هست. بنابراین یکی از این اوضاع، خب مردم هم حاجباز که ما همچه انتخاباتی، ما با همین نون و ماستی هم که داشتیم از دستمون رفت، تو همین دیگه تای سفره ما بعد از انقلاب همین نون و ماسته مونده بود. بازم اونایی که فکر کردن میرن مثلا به یه دهی رأی میدن و درست میشه یه مقداری، دیدن نبا اونم میبخشید، اونم از بین داره میره، برای ما ویل کردن. ما با اجنه همین که سال 57 دیگه گرفتارش شده میدید کافیه،
رأی ندادن. اونا دنبال یه چیزای افلاطون و افلاطون این صحبتای اونجوری بوده. اون دموکراسی. ما قرار بود از اون دموکراسی داشته باشیم که نمی‌مونیم ولی فقیه انتخاب کنیم. همه اینا هستش. بنابراین نرفتن رأی بدن. در نتیجه در حوزه انتخاباتی چه شد؟ یکی دیگه از نتایج پاکسازی محیط زیست. یکی دیگه از هدفهای دموکراتیک انتخابات ولایت. با هم میبینیم همه اهل حوزه رأی گیری دنبال چی؟ موش. با هم میبینیم. خب کاملا درست حدس زدید. گفتیم موش، اما اجنه جنی به شکل موش و اقدامات برادران، اقدامات دشمن شکنانه به دنبال موش، ولی خب موفق هم نشدن. در رفت در نرفت، ولی هوشیارن دیگه برادران. برادران در حوزه انتخاباتی هوشیار هستن. و اونی هم که میخندید، من اینو بگم، من مشکوک هستم که مأمور اطلاعاتی جایی ممکنه باشه با اجنه هم دست باشه به تلاش دشمن شکن برادران. در حال خنده بود، در حال خنده بود. صندوق رأی هم که اونجا برای خودش هست دیگه. برام این هم از نتایج دیگه انتخابات. این نگید به نتیجه از تو شکست خوردن، این نتایجیست که میخواستم بهش برسن. مسجد کجا هر یه جاییست برام موش زدایی بکنیم، حال اینکه این موش نیست یا میتونه موش نباشه، اما اجنه باشه که آمده باشن. و بقیه موضوع و هوشیاری برادران دیدید، بلافاصله دمپایی بر کف و جان بر کف دیگه، تنبان در حال جابجا شدن، ولی با شدت و حرارت بسیار به دنبال دشمن. بله بینندگان عزیز، یادمون هست چهره دلنشین علیرضا رضایی رو، پاکدلی که موج میزد در چهره او، طنز پرداز ایران رو از یاد نبریم. کسانی رو که در مسیر همراهی با هموطنانشون و منویات و خواسته های مردم ایران و مصالح و منافع مردم ایران تلاش کردن. علیرضا رضایی در فرانسه در گذشت، در دیجون، میشه گفت به شکل مشکوکی در سکوت پی گرفته نشد. طنز درخشانی داشت، ساده و روان و زیبا و دلنشین. دیدم بد نیست یادی کنی از او و کار او که با ابزاری بسیار ساده، با ابزاری بسیار ساده
مفاهیمی یا اشارات طنزآمیزی یا پرداخت‌های طنزآمیز بسیار مؤثری رو عرضه می‌کرد در آنچه که خودش تولید می‌کرد در ویدیو در یوتیوب. با هم گوشه‌ای از کارهای علیرضا رضایی رو می‌بینیم. اگر نقص فنی و اشکال فنی داره خواهید بخشید و درود می‌فرستیم به روان ارجمند این عزیز رفته در خارج از کشور. با هم نشستیم حساب کردیم دیدیم در ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی ما جمعاً 1500 تا امامزاده داشتیم، بعد الان شده حدود 10,000 تا. خب اینو ما نشستیم حساب کردیم، حضرت کلن حضرت ها اون موقع همه اشون دم، اینا به جای کاندوم کاربن میذاشتن مثل اینکه، و جمعیت همین شکلی یعنی 10,000 تا امامزاده. ما خودمون یه موقعی میرفتیم واسه عبادت و اینا مینداختیم بالا نوار مینداختیم جاده هراز، یه امامزاده ای بود، بعد یه بار کوه اومد پایین برد دینو تو رودخونه، امامزاده دیگه نبود یه مدتی، بعد رفتن همون محل الان هست هنوزم ایشالله خدا قسمت کرد اونجا روی یاد ما بکنید یه دونم بندازیم بالا. بعد اونجا همونجا یه دونه امامزاده که اون که بود هیچی، یعنی برد کوه، ولی خب میگن جاش مهمه، اصلا در اسلام جاش خیلی مهمه، یکی اونجا زدن یکی 100 متر بالاتر، یعنی همونجا کوه اومد پایین اینو برد شد دوتا اینجوری. زیاد هم بودن دیگه اون موقع هم که حضرت میفرستاد بچه‌ها رو برای تحصیل میفرستادن ایران، خب اون موقع پیشرفته بود، همم تو ایرانن عدم میشه ها، یعنی همون موقع اولی امامزاده رو که میزدن که یارو فکر نمیکرد 1500 تا شد 10,000 تا، یعنی هر جور حساب کنیم مکدونالد تو این 30 سال گذشته انقدر شعبه نزده که ما همینجوری به هر حال امام روان شاد علی رضا رضایی و نکته رو بهش اشاره کرده، تولید امامزاده یکی از تولیدات بعد از انقلاب هست با اسامی مختلفی که امامزاده در آهنی، بعضی از اسامی رو من اخلاقا نمیتونیم بگیم ولی خب اسم امامزاده بوده، و این همه امامزاده که در کشورهای مثلا در خود زادگاه اسلام همچین خبرهایی نیستش، و از زمان درگذشت علی رضای عزیز تا به حال هم امامزاده های تولید بیشتری شده، تولید بیشتری شده، امامزاده های بیشتری به خیلی امامزاده های تولیدی امت حاج و واج در صحنه در ایران افسوده شده. و اما و این رو هم من بگم که گفتم بارها که یک سری امامزاده متحرک ما داریم هنوز، امامزاده ها زندن، الله اکبر. چرا؟ چون تمام اینهایی که امامه سیاه دارن خب جزء سادات هستن، یعنی به خودشون هم میگن، بعضی هاشون شجره نامه هایی هم درست کردن که 50 نسل 60 نسل میرسیم بعدش به امام محمد باقر باشیم. خب اینایی که سادات هستن یعنی امامزادن دیگه، نیست؟ وقتی جد بزرگ بزرگ بزرگشون مثلا یکی از امامان شیعه هست، اینا هم امامزادن. چطوری؟ اصلا حالا یه ده اومدن امام شدن مثل خود خمینی، مثلا امام خمینی. من در حیرتم چرا برای احمد آقا تا حالا مثلا یه بارگاه و برغه چیزی درست نکردن، و همینطور بقیه، همین سید حسنی که اونجا نشسته و چربی متحرک البته گاه نشسته، یا بقیه، و اینا هم امامزادن. امامان نه تنها شهیدان زندن بلکه امامزاده هم زندن، تا برن اون زیر، اون زیر که رفتن شایسته این هستش که روی اینا یه چیزی رو بسیار بلند کنن، بارگاه چیزی، گنبدی، صندوقی، اون صندوق مهمترینه دیگه، اونجا بذارن و تولیدات امامزاده ما اینقدر زیاد بشه که امیدواریم روزی اگر ادامه پیدا کنه که قطعا همینطور خواهد شد، کم کم به هر محله امامزاده برسه. به جای این چیزی من درآوردی از سقاخونه، سقاخونه که
به سر جای من در آبادی ایرانی هم اصلا همین فرهنگ سرچشمهی که میگن که در فیلم های بعض فیلم های قبل از انقلاب هم بسیار بهش میپرداختن. از جمله یه فیلمی که همین مسئول سکولاریزم خارجی کشور ساخت. بله. به جای این سقاخونه هر محلی امامزاده. امامزاده کی حسن، حسین، تقی، نقی، همین هایی که از امامزاده اردبیلی، موسوی اردبیلی، امامزاده موسوی تبریزی، برای هر شهری هم داریم دیگه امامزاده. امیدوارم این پیشنهاد توجه کنن و کار رو جدی بگیرن، جدی بگیرن. و ما گفتیم که اینا اومدن و آخوندها در تمام همون به گفته خمینی صندوقخونه هم دستورالعمل دارن، نماینده خدا هستن، شوخی که نیستش که. ما فکر کردیم که خداوند بعد از اینطور که خود آخوندها گفتن دیگه بعد از پیامبر اسلام به گفته آخوندها مستقیما با بشر کاری ندارن مثلا، ولی تو نگو خیر اینطور نیست. از طریق چای جماران، از طریق های مختلف، از طریق سازمان های اطلاعاتی این ور اونور در سال 57 و اینها، از طریق واسطه های یه نوع نماینده جبرئیل مثل ابراهیم یزدی که چی بگو چی نگو به خمینی یا ترجمه کنه اون چرا که باید گفته بشه، باز ارتباط ها برقرار شد. اینه که این آخوند رو میبینیم چی گفته، الان تصویرشو روی صفحه تلویزیون. بله، رئیس دادگستری مشهد: ما به نمایندگی از خدا و امام زمان در امور مردم دخالت میکنیم. بله، مجازات در جمهوری اسلامی از عذاب اخروی مجرمان و زندانیان کم میکنه. بله، اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود حبسش از مجازات اخروی او کم نمیکرد، اما امروز اگر این تحمل کیفر با قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکم اسلامی و فلان اجرا بشه کم میشه. یعنی خود اینا که مثلا میگن این خامنه ای تو زندان بود و اینا کم نمیشه ازشون، که میگن عبادت بوده، میگفتن عبادته. خب شما ببینید اینه، یعنی این که همون حرفی که خود خامنه ای چند سال پیش زد که اونایی که باید اعدام بشن خارج کشورن، خب بیان اعدام بشن، عوضش از مجازات چون در اون دنیا کم میشه دیگه. عدالت از این بهتر. شما بنابراین میتونید الان برای اینکه از مجازات اخروی کم بشه برید و حالا گناهی هم نکردید، جنایتی نکردید، همه این کارا نکردید، برین اعتراف کنید، بگیم ما مثلا یه آدم کشتیم، مسئولیت یه قتل چیزی رو به عهده بگیریم، مسئولیت فلان، مسئولیت همین دزدی هایی که اینا کردن به خارج کشور، همین بچه حاجی ها و بقیه و بقیه و اینا به عهده بگیریم، بگیم اصلا ما دزدیدیم، بیایید ما رو مجازات کنیم، دستمون رو قطع کنیم، پامون رو قطع کنیم، چشمون رو در بیاریم، که از مجازات از زرنگ باید باشید. این آخونده حرف بی حساب نمیزنه، اونم از مشهد، مرکز اتحاد مسلمانان، اتاق خوابها و دوشک و لحافی که برای حشری های عرب و غیر عرب آقای علم الهدا پهن کرده در مشهد، از اونجا داره صحبت میکنه. یه جوری مرکز اسلامی اساسی است در اونجا، یعنی چنان اونقدر اسلامی است که این برادران و این حشری مسلمان دیگه وقت نمی کنن تومونشون رو بالا بکشن. و این چادر چاخچوری های علم الهدا که اونجا دیگه چادرشون رو وقت نمی کنن سر کنن، تونکشون که ایچی. این آخوند از اونجا داره حرف می زنه که مجازات این دوره از عذاب اخروی کم میکنه، چرتکه میندازن اونجا ملائکه و بقیه و اینایی که مسئول حسابداری هستن در اون ور قضیه.
این هست. یعنی اینها یک خدایی اختراع کردن که این خدای بسیار عجیب غریبه. این همه مهربان، این همه خوب، که اینجا چشته در آوردن اونجا بین کمش کنه. یه خورده بیارن این پایین مجازات. باید بندازین تو آتیش، نه آتیش درجه کمتر. چون خدایی اختراع کردن، این همه مهربان که به راحتی شلیک میکنه به کیان پیرفلک و بقیه و بقیه و بقیه و بقیه. اما شما با این آخوندهای این چنین مخالف هستید. میبینیم و ادامه میدیم. تفسیر خبر، خبرهای ویژه از جمهوری بسیار ویژه بقیه. تا لحظات دیگه. بله شنیدید، تصویر و صدای گلازین نازنین، اسم ایشون رو علی عزیز به من اطلاع داد. علی عزیز کارگردان فنی برنامه دائرة المعارف است درباره هنرمندان ایران، درباره هنرمندان، ورزشکاران و بسیاری موارد دیگر. علی عزیز که در تمام این سالها همراه با تفسیر خبر بود و برنامه های دیگه در شبکه ایران فرد. و اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری حضرات، رفته به سیستان و بلوچستان و به قول بچه های امروز مثلا چی؟ یا مثلا که چی؟ دیدن ابراهیم رئیسی مصیبت دیگری است بر مصیبت‌هایی که بر مردم سیستان و بلوچستان، هموطنانمون در منطقه، به اصطلاح مستولی شده. رفتار و کردار اینها باعث شده که ایران چنان منزوی بشه که، و مواردی که بوده پیشتر، موارد دزدی کمک‌های بین‌المللی برای زلزله زدگان و بم و جاهای دیگه که هیچ کس پیش قدم نشه. نهادهای بین المللی و کشورهای دیگه برای کمک رسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان. این ابراهیم رئیسی رفتن به اونجا و بعدم همون حرفای همیشگی و توخالی و بی اساس و پت پت کنان اونجا مطرح کردن که در حال خود هموطنان عزیزمون میدونن در سیستان و بلوچستان میدونن که این و اینهای دیگه اینها دردی از دردهای مردم رو کم نمی کنن که هیچ افسوده بر اونها عمل کرده و می کنن. و اما سخنگوی ابراهیم رئیسی، بلبل مستان حکومت فقیر و جهرمی حکومت رو می شنویم که درباره قطع برق و اینها در جایی صحبت میکنه. این هم از بیلا ابراهیم رئیسی و بیلا هم سخنگوی ابراهیم رئیسی. گوشه ای از اون چهره که میگیره و هم میبینیم و نمونه بارز یک سخنگوی الهی، جنایی و البته کمدی فکاهی جمهوری اسلامی. 64 روستا مشکل برقی قطع، مشکل قطعی برق اصخایی میکنم فایده کردن در اثر سیل، که همه این 64 روستا الحمدلله برقشون قطع شد. بله 64 روستا مشکل قطعی برق پیدا کردن که الحمدلله همه این 64 روستا برقشون، بله همون قطع برق. این مجلس اولی که تشکیل شد این آخونده آمدن و اینها، خب اینا قبلا یه فرمولایی داشتن رو منبر چه بگن چه نگن. اینا چندتاشون که خیلی مثلا میخواستن به اصطلاح امروزی باشن، یه گوستاو لوبونی پیدا شده بود در فرانسه که بود نویسنده، و اونجا دیگه از زبون اون هرچی میخواستن میگفتن، یه کتابش به فارسی ترجمه شد.
و بقیه هم صحبت های کلیشه‌ای که وجود داشت دیگه، از قبل دیگران گفته بود، آخوندهای دیگه اینا هم میگفت. حالا اومدن یه عرصه جدیدی بر اینا باز شد، یعنی با انقلاب شکوهمند 57 یه عرصه آخونده از اونجا به قول بازرگان. ما هیچ برنامه‌ای نداشتیم، یعنی بازرگان و بقیه اومدن کشور رو دادن دست ما، نگفت کیا دادن دستشون، و کلماتی استفاده میشد در این فضا که اینا اصلا نمیدونستن چیه. حزب تودم یه بند جیم بود، برده بودن مجلس حکومتی که راجب کشاورزا و نمیدونم مالکان و از این حرفا. حالا اصلاحات ارضی شده بود، این مسئله سالها بود حل شده بود به نحوی، و در اونجا کلمه فئودالیستا افتاده بود تو زبونها، حزب توده و جاهای دیگه و روزنامه و نشریات انقلابی همین. آخوندان هم برای اینکه عقب نموندن شروع کردن این کلمه رو به کار بردن. برنامه هم از طریق رادیو به طور زنده پخش میشد روی FM. یکی از این آخونده رفته بود صحبت قرارهای میگوید ما در منطقه خراسان بود، ما در منطقه پدر مردم رو این کشاورزا رو این فوتبالیستا در آوردن، این فوتبالیستا رو باید مجازات کرد، فوتبالیستا و این فوتبالیستا چه میکنن آخه در اون منطقه، گرد و خاک میکنن، به کشاورزی چه ربطی داره؟ که رفسنجانی آمد خودش پشت، یعنی گفت آقا منظورشون فئودالیست هست که مسئله رو یه جوری جمع جور کرد. در حال حالا این هم همین دیگه، اون بیله رفسنجانی، این هم بیله رئیسی و سخنگوش و بقیه و این هم. قبل از انقلاب به هر حال مقدسات اسلامی، مقدسات شیعه ارج و قرب و جایگاهی داشت برای خودش، دائما توی به اصطلاح کلام این آخوندها دیده نمیشد، و بعد معجزاتی نسبت دادن که به هر حال، که البته لابد صهیونیست‌ها نمیذاشتن، کوبیست‌ها، امپرسیونیست‌ها و بقیه نمیذاشتن که ما بدونیم که انقلاب شد و دیگه خوشبختانه این اسرار الهی امت انقلابی دسترسی پیدا کرد، از جمله خواستگاری از حضرت فاطمه دختر پیامبر اسلام. چگونه بود؟ آخه این حاج مرتضی است، ما هم میبینیم مردم میومدند خواستگاری، 1950 نفر اومدند خواستگاری، چون هر که خودش سرش میومد. آخه اون وقتا زن چند تا میگرفت، مثلا ابوبکر اومد خواستگاری، عمر اومد خواستگاری، پیغمبرم کسی رو رد نمیکرد، به فاطمه میگفت فلانی آمده، ایشون میگفت نه میره. که علی رو که آمد، حالا اونم داستان داره چطور شد که اومد، از زهرا چیزی نگفتن که دلیل رضایت بودش. ببینید این شهره شد که فقط یه نفر تونست فاطمه رو بگیره. 1900 نفر مردم اومدن خواستگاری، یعنی ما نمیدونستیم این شمرده لا کرده، این مرتضی شوخی نیست، این شمرده، این همونه که گفت اسکلت بندی امام زمان اسرائیلی است. گفتم یعنی یه بار گفتن که نوشتن که جد این خمینی مثلا هندی بوده تو ایران انقلاب کرده، نگفته بودن جد خمینی مثلا با ننه بزرگ ویژنتی مالا مثلا روابطی داشتن، ولی جد استخونبند اسکلت امام زمان اسرائیلی است، اسرائیلی هم گفتیم، یا مادر امام هشتم هست به زبون ایشون، به گفته ایشون مثلا فرانسوی، مال مارسیه، گرامانی فرانسوی است، اتفاقی هم نیفتاد. به هر حال خب این از خواستگاری از فاطمه دختر پیامبر اسلام. و اما ما تا حالا نمیدونستیم که اگر علی نبود پیامبر اسلام کسی نمیشناخت، این رو هم نگذاشتن ما بدونیم تا این آخوند توپل. تا این لحظه من توپلتر از این آخوند ندیدم، اصلا یه جوری گرد به نظر میاد، و این گردی همه از خوف خداست، یعنی از بس این عبادت میکنه سر و تش مثلا همینطور در حال عبادت هست،
سر بر سجده و اینها به مرور گرد شده، این از کسرت عبادت به اصطلاح. و هم میبینیم که علی اگر نبود، هستی که در کار نبود، هیچی پیامبر اسلام رو کسی نمیشناخت. بفرمایید. قرآن معجزه پیغمبر نیست، قرآن کتاب پیغمبر. قرآن کتاب پیغمبر است و معجزه رسول الله، شخص اول عالم هستی، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. لذا با معجزه نبی قبول میشه، یعنی اگه مولام نبودن کسی پیغمبر را قبول نمیکرد. بله، خب دیگه ببینید، اگه علی نبود کسی پیامبر قبول نمیکن دیگه. خودتون بقیه حدیث رو بخونید، بقیه حدیث رو بخونید و روایت رو. این آخونه گفتم، این آخون به این گردی و توپولی هم تا حالا دیدی؟ من ندیده بودم حقیقتش. بود نمونه های چاق و چله و چربی های متحرک و مثل همین سید حسن و موسوی اردبیلی و همه اینها، ولی اینطوری گرد و قلمبه بشینه اون بالا و بچرخه و اینها، شوخی نیست، شوخی نیست. و اما علی متوال فکر میگم برای یک یهودی در نخلستان کار میکرد و با دینار و درهمی زندگی رو به سر میبرد و در اوج خلافت و همه اینها. ولی تو نگو یکی از ثروتمندهای عرب بوده، ما خبر نداشتیم، تجارت میکرده. یعنی یه روز وقتی درآمد یه روزشو وقتی حضرت در میوود در یک روز، اصلا شطور میخوابید. یعنی بار شطور که میکردن شطور تحمل نده. با هم میبینیم اصلا، با هم میبینیم این آخونده که جدید، این نوع جدید هست، تولیدات جدید هست. با هم میبینیم. امام علی یکی از بهترین تاجرا و بهترین کاسبای زمان خودش بوده و ثروتمندترین مرد عرب تو زمان خودش بوده. میگه تو روز انقدر در میآورده که سکه هاشو باره یه شطور میکردن شطوره میخوابیده. حضرت دیگه در شب در نمیآوردن، حضرت فقط در روز انقدر در میآورد که اصلا شطور، یعنی بار میکردن دیگه اصلا شطور میخوابید. حالا چقدر حضرت در میآورد ایشون نمیگن، اشاره نمیکنن که حضرت چقدر در میآورد، ولی اینقدر بود که شطور رو میخوابون. یعنی بار که میکردن سکه بود هرچه بود، شطور دیگه تحمل نمیکرد. ببینید ایناست، یکی از بزرگترین ثروتمندهای عرب بود. این طوری که میگن یه درآمد یه روزشون به این میزان بود. میگن این عربای مثلا جنوب خلیج فارس پول دارن، فلان دارن، بیان نگاه کنن. به روایت این جوان که من نمیدونم کجاست داره همچی صحبتهایی رو میکنه و قابل توجه هست و بسیار قابل مطالعه و همین پیروی از حضرت هست، پیروی از حضرت هست که باعث شده نایب او، نایب اول، نایب دوم، نایب اول که به صراحت گفت ترفندی داشت و دوربین بود، بسیار دور میدید، آینده رو میدید، میدونست داره چی میگه، برای آینده که اقتصاد چقدر اوج بگیری که پدر دلار رو در بیاره و بقیه رو، میگو اقتصاد مال خره. خب این زمینه این شد که چی؟ دلار به زانو در بیاد و این ریال ایرانی است که قدرتمندترینه. میگید نه، باز من نیستم که میگم، از یکی از کارشناسان ولایت مدار با هم میبینی میشنوی. از طریق اون بحثی که گفتم کنترل بکن، قطعا آقای دلار میخوره. من یه جمله میخوام به شما بگم، میدونم اینو باورتون نمیشه، اما تحلیل دقیق وجود داره، علمی تحلیل، یعنی مدل ریاضی پشتشه تا این حد مدل میشه. امروز تنها پولی که در مقابل دلار امریکا ایستاده ریال ایران، و مسئله اینه که کدوم یکی از این زمین میخوره، آیا دلار میخوره زمین یا ریال. این استدلال داره، توضیح میدم، میدونم دارید
ممکنه کم به حرف من بخندیم، اما دقیق است، دقیق. خب حالا این راه مسالمت آمیز آیا اتفاق میفته؟ طول میکشه. ما چقدر باید هی بر اقتصادونا بگیم که آقا راهش اینه 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 قبول نکنن؟ چند سال اسمو داره میگیم؟ چند سال؟ خب این تنها ریاله دیگه در برابر دلار. بی خودی این حرف علمیه، شوخی نیست، دقیق علمیه. برحال این آدم شوخی نیست، این استاد دانشگاه دانشکده اقتصاد در اصفهان هم هست. یعنی از همونایی که به سمت پرویز یعقی منصوب شدن که وگدانند از مولا شما تاریخ فلان 5-3-58 به سمت پرویز یعقی منصوب میشین. کار نداره، حالا باید ویولون بزنیم. آقا شما کار چی داری؟ با جناح که باشی تمومه دیگه. فعلا میکاریم. بفرمون استادی دانشکده اقتصاد و بقیه و بقیه و بقیه. همسر وقتی که ابراهیم رئیسی جزء هیئت علمی دانشگاه ملی ایران هست، اسمش کردن شهید بهشتی، که من نمیدونم این بهشتیه مثلا چه خشتی رو خشت گذاشت، یک دانشگاه رو به اسمش کردن. برحال این حرف دلار اصلا به زانو در اومده که هیچی، شوخی نیست، ریاله، تنها پولی که تونسته مقاومت کنه. به قول اون آخونده که گفته بود در رضاییه که این یک تومن همیشه بوده و مونده، ولی دلاره که همش تغییر میکنه، که الان نمیدونم به چقدر رسیده، بالای 50,000 تومن. این مقاومت تومنه دیگه در برابر دلار، 50,000 تومن، یه همچین چیزی. برحال این هم از برنامه اقتصادی حکومت که شوخی نیست. حالا باید دقت کنیم و قطعا مطمئنم شما مثل من حرف این بابا رو قبول دارید و بدون هیچ تردید. سپاس بسیار داریم از شما عزیزان، هر کجایی که هستید، همراهان تفسیر خبر. میتونید ضمناً به کانال شخصی یوتیوب من سری بزنید که کانال یوتیوب خود شما عزیزان هست. در اونجا گفتنی هایی است که به طور وسیع تری پی میگیریم همراه با شما عزیزان. از آخرین گفته های من و سخنان من یا سخن من یا نظر من هر عنوانی بدید درباره محمد جواد ظریف و پفوف کردن اخیر او، به اتفاق همکارانم علی عزیز و امین گرامی که در تولید این برنامه همراه بودین، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا دراک الوند، کوزد رستفتان، بینالود، درفک و شیرکو، کوساران تاراز، بنگشت و زردکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.